متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید. برنامه قبلی ما مهمانش به ما قول داد که در این برنامه هم گفتگو رو با ما ادامه بده، چون خیلی شیرین و دوست داشتنیست و پر از خاطرات خوب. و طبیعتاً موضوعمون هم ادامه موضوع برنامه قبل، یعنی بدآموزیست. بدآموزی گاهی اوقات از بداندیشی نشأت میگیره. بداندیش به این معنی است که کسی که خوب فکر نمیکنه و توانایی تحلیل نداره، طبیعتاً شایستگی معرفی خوب و بد رو هم نداره. طرف کلاً همه چیز و همه کس رو با اینا که بدبینی نگاه میکنه، بعد درباره همه چیز هم نظر کارشناسی میده. یک کلمه میگن برای شرکت در نظرسنجی، نظر خودتون رو به فلان شماره پیامک کنید. میگه پیامک نکنید. به محض اینکه پیامک کنی 20,000 تومان از حسابت کم میشه. با همه بانک ها هم هماهنگ کردن که پیامک این 20,000 تومان رو برای مشتریان نفرستند. بعد از طریق همین پیامک دست پیدا میکنند به حسابای بانکیتون. اینجوری میگن. بعد اگه تو حسابتون زیاد پول داشته باشید یارانتون رو قطع میکنن. دوست من به یکی از همین شماره ها پیامک زد، 2 ساعت بعد هواپیمایی که باباش توش بود سقوط کرد. حالا خود دانی. یه نکته راجع به حامی مالی برنامه بگم. اول مارکت همراه دور همی به مناسبت عید نوروز جشنواره‌ای با عنوان جشنواره بهاره برگزار میکنه. به مناسبت سال 96 و عدد 6، 6 دستگاه خودروی BMW برای 6 نفر و 6,000 جایزه 1,000,000 ریالی برای 6,000 نفر. گفتم برای استفاده از خدمات و شرکت در قرعه کشی هم مشترکین همراه اول با ارسال عدد 1 به 3080 میتونن بسته 10,000 تومانی رو بخرن و علاوه بر این که بدون قرعه کشی 190,000 تومان اعتبار خرید هدیه میگیرن، در این قرعه کشی بزرگ هم شرکت کنن. یه آقای اونجا هست که خیلی با خشم از اول برنامه داره من نگاه میکنه و خیلی از من خوشش نمیاد. انگار چه کنم؟ نگاهشم نمی کنم که شما نفهمید که چه کنم، چی کار کنم. نمایش داریم. چه تیپیه؟ جایی میری؟ آه نه، مدیری، ما یه نمایش تمرین کردیم که بدآموزی نداره. اینو ببینی خودت میگی بچه ها بیای نمایش داشته باشیم تو برنامه. اصلا حسب نمایش تو این برنامه ربطی به بدآموزی نداره. چند بار بگم؟ ای مدیری، اذیت نکن، ببین عاشقش میشی. خیلی آموزنده است. نگاه کن، خوب نگاه کن. نویسنده و کارگردان قیمت. دختر مهربون و دمبخت من کجایی دخترم؟ بیا، پدرت اومده. همون پدری که همه شهر روی سرش قسم میخورن.
دخترم کجایی؟ داری کتاب میخونی که برای جامعه مفید باشی؟ ای وای آقا جون، شما چرا با این حالتون؟ آقا جون رفتین خرید؟ آقا جون سفید بخ بشی دخترم که اینقدر فرزند خلفی هستی. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه آقا جون، شما به من راه زندگی آموخته این آقا جون. باشه 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 باشه، حالا برو این میوه ها رو بشور و یه چای تازه دم دم کن که مهمان داریم. چه مهمانی. خیره آقا جون، قدم مهمون رو چش ما جا داره آقا جون. بهرام اینا میخوان بیان خواستگاری تو برای آقا میلاد. آقا میلاد و من تحقیق کردم، پسر خوب و چشم و دل پاکیه. بله. ای وای خجالت کشیدم آقا جون. نه دیگه نباید خجالت بگی کشی، باید خجالت بکشی من ببینم بگم نکش. ببخشیم تکرار بکش، خجالت رو بکش. خجالت نکش دخترم، ایشالله ریسه های عروسی تو خودم تو همین حیات ببندم. ای وای آقا جون دیگه واقعا خجالت کشیدم، آب شدم رفتم زیر زمین. برو پدر برو. خب آقا جون، حالا که کار به اینجا کشید آقا جون، من نگران هزینه های ازدواج هستم آقا جون. دلم نمیخواد به شما فشار بیاد آقا جون. بیا دخترم بیا، این حاصل یه عمر در تلاش و زحمت منه، عیدی امسالم گذاشتم روش. آقا جون این سه تا دونه اسکناس ها با این فقط پرتقال میدن، چیز دیگه ای نمیدن. دخترم به فکر مادیات بودن پسندیده نیست. آخ من کجای تربیت تو دختر اشتباه کردم. آقا جون اصلا من اگه جایزیم رو کامل نگیرم نمیرم خونه بخت. دخترم دیگه گند شده را بردیم. آقا جون شما منو چی فرض کردین ها؟ چی فکر کردین در مورد من؟ منو نادون فرض کردین؟ من از پشت کوه اومدم؟ نادون که هستی دختره بیشور. آقا جون شما هر روز برای این دختره جایزی میخرین و الان که به من رسید آسمون تپید. ببن بابا ببن. من دیگه یه لحظم توی این خونه نمیمونم، من میرم. همش پول پول پول، آهم پرست بدبخت. نمیشه مدیری، نمیشه. میخواستیم بعد آموزی نداشته باشه، نشد. اصلا این پنبه رو از تو گوشه درار که ما نمایش داشته باشیم. دیگه هم سراغ منو نگیر، دست از سر من بردار مدیری، بردار. یه وقتایی هست چاره‌ای وجود نداره جز اینکه آموزش‌های مفید با روش‌های نچندان جالب به دیگران منتقل بشه. به بعضیا به هر زبونی که بگن کمربندهای ایمنیتون رو ببندین، باز یه دین کارو نمی‌کنن. تا افسر می‌بینه کمربند ایمنی رو می‌کشه می‌شینه روش. یعنی مثلا من بستم، 2 سانت ببره اون ورتر کمربند رو میتونه فرو کنه جای مخصوص خودش. اتفاقا اون فلز ته کمربندم خیلی داره اذیتش میکنه، اما تحمل میکنه. بعد به محض اینکه اعلام میکنن نبستن کمربند 100,000 تومان مثلا جریمه داره، هممون اول کمربند میبندیم بعد سوار ماشین میشیم. یعنی اتفاق افتاده، طرف بدون باز کردن کمربند ایمنی از ماشین پیاده شده یه چیزی بخره، رفته تو مغازه به زحمت گفته آقا ببخشید من اگه یه قدم دیگه بیام جلو در ماشین کنده میشه میاد تو مغازت، خودتون یه ماسک به من بدین. کلن بعضی هامون
تو کار مقاومت کردنیم. هر کاری رو که بگن نکن میکنیم. میگن سیگار نکش میکشیم، میگن فست فود نخور میخوریم، هر کاری بگن نکن برعکسش رو انجام میدیم. یعنی اگه میخوایم بچه‌مون به راه راست هدایت بشه، باید صبح بهش بگیم که بابا از مدرسه که داری میای خونه قربونت، برو یه ساعت و نیم قلیون بکش، راضی نیستم اگه نکشی، بعدم بیا کیفتو پرت کن تو خونه تا بوق سگ، برو با رفیقات الواتی. باور کنید در این صورت صاف بچه هم مدرسه میاد خونه، میره موهاشو یه وری شونه میکنه، چهار زانو میشینه نهارشو میخوره، مسواک میزنه، میخوابه. بشین اون بر یه الان این فیلم شروع میشه، با هم ببینیم. بشین. چه فیلمی؟ بشین ها، این فیلمه که همه جایزه رو درو کرده دیگه. آره دیگه، خیلی فیلم خوبیه. اصلا تاریخ سینما رو به دو دوره تقسیم کرده، قبل این فیلمه بعد این فیلمه. آره خیلی خوب. شروع کجا میری؟ تیتراژ تموم شد. آره تموم شد دیگه، تموم شد. آره دیگه، آره. تموم شد دیگه. آره فکر کنم قسمت مهمش همین بود که نشون دادن، بقیهش جالب نبوده، خودشون حذف کردن. آره نمیدونم، فکر نمی کنم اینجوری باشه. چرا دیگه، همینجوریه. اصلا همینجوریه. اینو ببین، صحنه‌ای که بعد آموزی داره خودشون حذف میکنن، دستشون هم درد نکنه. من چند وقت پیش یه فیلم بعد آموزی دار دیدم، اصلا ظرفیتشو نداشتم، خیلی اذیت شدم. آره. البته خب فیلم تاثیرگذاری بود به نظر من. آره دیگه، همین حرفی که میخواستن بزنن و تو همین چند ثانیه زدن. خیلی خوب. ولی به نظر من خیلی فیلم کوتاه شده بود. اون کسی که گفت کجا میری، یعنی نقش منفی بود؟ نه نه، نمیتونست منفی باشه. چرا؟ چون واسهش مهم بود که زنش کجا میره. آره اصلا سوال اینه که زنش کجا میرفت. آره. چرا دلش نمیخواست به شوهر بگه؟ آفرین خانم، اصلا فرصت نداد بگه کجا میری. زرتی ماشر کشی. نه نه نه، من فکر کنم این بازیگره که یه بخشی از گردنشو نشون دادن خیلی رزل بود. آره آره. چطور؟ آه، برای اینکه گردنش از اینایی بود که خط داره. خط داشت گردنش. آفرین. آره. من اصلا شنیدم که اونایی که گردنشون خط داره خیلی باید ازشون بترسید. آره خیلی خیلی. وقتی هم که گفت کجا میری، شنیدی صداشو؟ خیلی قوی گفت. خیلی محکم گفت. فکر کنم این کاراکتر ما هر روز صبح شیر داغ میخورده. این چه تأثیری رو داستان فیلم داره؟ داره داره. چه ترسم؟ نه به نظر من دیگه میگه چه تأثیری داره. شما فیلمبین نیستین، این چیزا رو نمیفهمین. آره فیلمبین نیست. نه فیلمبین نیستی. نه متوجه نمیشی. فیلمبین نیست. فیلمبین نیست. فیلمبین چیه؟ فیلمبین نه فیلم نیست. نه فیلمبین نه نیست. نیست. آدم باید فیلمبین باشه تا این چیزا رو بفهمه. بریم از بعد فیلم بین. ببینین آدم باید فیلم بین باشه تا این چیزا رو بفهمه. اصلا این که قاتل داره شیر داغ میخوره اول صبح خیلی سینماییه. من به هر حال متوجه فیلم. بزن اون کانال تکرارش رو نشون میده. بزن. آها اینجاست. کجا میری؟ تموم شد. صدای جیغ زنه چی شد؟ اون دفعه جیغ کشید. درش آوردن دیگه. آره.
درش آوردن. به نظر منم کار خوبی کردن چون صدای جیغ زن اصلا خوب نیست. یه چه معنی داره زن جیغ جیغو باشه؟ آره آره. اصلا چی میگی این که فیلم نمیشه که جوک از این طولانی تر مسخره شده؟ چی میگی اصلا؟ اصلا ولش کن عزیزم، این فیلم بین نبود. نه نه، این اصلا چون فیلم بین نیست، سینمایی نیست. یه سکانس کوچیکم از تو فیلم در بیارن نمیفهمه قصه چه جوری میشه. اصلا نیست. اصلا ما با این فیلم نبینا نباید فیلم ببینیم. ولش کن ولش کن عزیزم، بریم ازدواج به وقت اضافه رو ببینیم. نه دیگه فیلم نمیبینیم دیگه، هیچی. بریم ازدواج صورتی نمیبینیم. نه بعضی از پدر مادرها مدام نگران اینن که فرزندشون در معرض اتفاقات بدآموز قرار بگیره، یعنی چنان بچه رو پیچیدن داخل زرورق و نمیذارن که دست از پا خطا کنه که بچه تا 20 سالگی واسه اولین بار یه پرنده لب پنجره خونه میبینه، نشون میده میگه جوجو. فرزند دلبندش رو برده استادیوم، دو دستی گوشاشو گرفته که بچه نشنوه چه شعارایی میدن. در ادامه اتفاقاتی رخ میده که مجبور میشه از دو تا تماشاچی این ور اونورم واسه بستن منافذ بچه کمک بگیره. یکی چش بچه رو میگیره که نبینه، یکی دماغشو گرفته که هر چیزی رو تنفس نکنه، میگه بابا جون هر وقت داشتی خفه میشدی بگو چند لحظه ول کنیم. اصلا برای چی آوردیش استودیوم پس؟ میبردیش سینما؟ هرچند اونجا هم یه عده هستن که اگه از فیلم خوششون نیاد فحش میدن. ببرش پیاده روی. فقط مراقب باشین جوانایی که اکیپی میان بیرون نیفتن پشت سرتون. اصلا بهترین کار تلویزیون رو روشن کن بشینه ورزش نگاه کنه. نه ورزشم چون کشتیم یه سری، حالا نه اصلا ولش، هر کاری دوست داره بکن، هر کاری دوست داری بکن. خب یه نکته راجع به حامی مالی برنامه بگم. اول مارکت به عنوان یک فروشگاه بزرگ اپلیکیشن سعی کرده که بهترین اپلیکیشن ها رو، بازی ها رو و کتاب های صوتی رو در این فروشگاه به مشتریان عرضه کنه. تعدادی از این اپلیکیشن ها رایگان و تعدادی هم با پرداخت مبلغی قابل خریداری هستند. شما میتونید با مراجعه به سایت avalmarket.ir خدمات متنوعی رو دریافت کنید. مطمئن هستم که سر زدن به این سایت و استفاده از محصولات اون شما رو مشتری دائم خواهد کرد. و ارسال عدد 1 به 30 80 که مهمه. خب مهمان، ادامه گفتگوی برنامه قبلمون با شیرینی تر اکبر عبدی. به به، سلام علیکم. مخلصش بفر. خوش آمدین مجدد و متشکر که در واقع گذاشتید ادامه گفتگو رو باتون ادامه بدیم. انقدر شیرینین و انقدر مردم دوستتون دارن که هرچی حرف بزنیم کمه. یه جان در واقع تبریک هم به شما هم به این دوستان که حتی من میبینم که بنده خدا متنم قبلا بهشون ندادن، اینا به این زیبایی میان بازی میکنن و این خانم که پشت شنیدم که شوهرشون از بازیگرهای بسیار خوبه، آقای جواد عزتی، منم بله همکاری کردم به افتخارشون بسیارم. این دوستمونم که نقش پدر رو بازی میکرد بسیار آدم با استعداد و بعضی هم
بالاخره از وقتی به دنیا میان شیرین به دنیا میان، مثل مهران غفوریان، مهران مدیری، اینم جزو اون آدم هاست. انشالله که هیچ وقت تلخ نشه و همیشه همینجوری شیرین بمونه. خدا انشالله شما رو برای آقای انصاری رو برای شما، هر دوی شما رو برای ما و همه تلویزیون و سینما و مردم نگه دارم. متشکرم، خیلی ممنون. یه سوالی بکنم که توی قبلی راجبش حرف زدیم، الان اوضاع بیماری چجوریه؟ رو به بهبوده؟ داره بله خوب شده؟ و بله، من 4 اردیبهشت 95 عمل پیوند انجام شد، تا 1 سال بعد یه داروهایی بخورم که جزوش کورتون هم هست. بله. کورتون آب و نمک تو بدن اضافه میاره که این کلیه جدید نمیتونه دفعش کنه خیلی. بنابراین یه وقتایی مثل الان دستم باد میکنه، پام باد میکنه، این مایه های زیاد جمع میشه زیر پوستم. این تا 1-2 ماه دیگه ادامه داره، تا جایی که این کورتون رو از الان مثلا من 225 میخورم بشه 25. وقتی بشه 25 200ش کم بشه، تا آخر عمر بعد این 25 رو بخورم. اما وقتی 200ش کم بشه دیگه یواش یواش به دلیل رژیم گرفتن و آب درمانی و اینا برمیگرده وزنم هم سر جاش، بعد دیگه مسائلم حل میشه. به این مشکل کلیه به خاطر قند بود ها؟ بله، من قند اصلا 11 سال پیش قند داشتم، بعد انسولین از این نوامیکس ها میزدم که خدا کنه حالا کسی مرض قند نداشته باشه توی دوستان، ولی اونایی که مریض دارن میدونن شبیه ماژیکه، در میاری از تو جیبت یه سوزن خیلی ریزی هم سرش داره و آدم میزنه به بازوش یا میزنه مثلا به دور شکمش. بعد سر یه کاری بودیم رفتن شایعه کردن، آقا اما اکبر حیرانی شده میره اون پشت هروئین میزنه به خودش. همه گفتن آقا کی میره هروئین میزنه صاف تو شکمش؟ بالاخره این همه جا هست یه یارو میکشه بالا بلیزش میکنه تو شکمش. آدم میاد میگه بازی کنیم مثلا، مگه میشه؟ خلاصه ما گفتیم دیگه نمیزنیم. این اشتباه محضی بود که یعنی بلایی بود که مثل اینکه آدم برداره تناب دار خودش بندازه گردن خودش. یواش یواش 3 تا از رگای اصلی بسته شد، قلب، بعد کلیه ها، یکی بعدش اون یکی همینجوری از کار افتاد. یکی مثلا تقریبا 20-25% کار میکرد، یکیش هم کاملا از کار افتاده بود. هر کاری کردن که اون یکی رو بازسازی کنن تو این 1 سال نشد. 1 سال هم دیالیز بودیم. بخ این جالبه، ما 2 سال کار نکردیم ولی مالیات اومده برامون. خیلی قشنگ. امیدوارم که زودتر سلامتی کامل. آره، ولی ما گفتیم آقا سالم باشیم اب نداره، مالیات هم میدیم. مالیات هم مسئله ای نیست، میدیم. اگر برگردید به 20 سالگی چه کارهایی رو نمی کنی؟ چه کارهایی رو نمی کنم؟ مثلا این که برم سر مثلا 2 تا کار با هم، 3 تا کار با هم. یه وقتایی شد سر 4 تا کار با هم می رفتم. صبح زود می رفتم سریال در مسیر تندباد رو بازی می کردم. از تهران می رفتم شرک مرحوم علی حاتمی. بعد از ظهر به کوش رانندگی می کردم، بعضی وقتا هم خیلی یا خیلی وقتا هم خلاف. می اومدم تئاتر شهر، خاک در افلاک آقای توسلی، مثل اخراجی ها بود، جنگ و جبهه و اینا، ولی کمدی. اینو بازی می کردم. از اونجا بلا فاصله می رفتم سنگلج، تئاتر که خودم کارگردان بودم و خودم تهیه کننده بودم رو بازی میکردم. اون چون بدیه سازی بود 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول میکشید. دیگه اون آخریشو رانندگی نمیتونستم بکنم چون مسیرم طولانی بود. قشنگ 1 ساعت 1 ساعت و نیم میخوابیدم،
میرفتیم از سنگلج میرفتیم شهرک دفاع مقدس اخراجی های یکو بازی میکردم. دوباره صبحش از شهرک میرفتم شهرک مرحوم حاتمی، ولی برای اینکه مثلا زودتر خودم خانوادم به نتیجه دلخواه مادی برسیم، دیگه همه مثلا خونه داشته باشن، همه زندگی داشته باشن، ولی به چه قیمت؟ به این قیمت که آدم خودشو بکشه. حالا مگه همه آدم ها خونه دارن؟ به اون نتیجه رسیدین؟ نتیجه دلخواه مالی؟ به اون نتیجه که رسیدیم بله، ولی نمیارزه به این که بشر میکوشه، تلاش میکنه. اولا از صبح که بلند میشیم، یه روز با مرحوم شکیبایی روح شاد یه روز در خدمت ایشون بودیم. من اولا افتخار این نداشتم که در خدمتشون کاری رو بازی کنم، تئاتری یا مثلا کار سینمایی یا تلویزیونی، بیشتر به دلیل اینکه از ایشون یاد بگیرم، نه به دلیل اینکه با ایشون همکار باشم. ولی دوست بودیم. مثلا میومد پلو من به من گفت اکبر جون میدونی ما بیشتر بازی میکنیم به نظرت یا مردم؟ گفتم مردم؟ بیچاره بابای صبح خواب بلند میشه برای بچهش باید یه بازی کنه، برای زنش یه جوری دیگه بازی کنه، میاد بیرون برای همسایه یه جور سلام علیک داره میکنه، داره بازی میکنه، میره سر کار دوباره یه بازیگر دیگه میشه. ما کلش اگه بازی کنیم یا رو سنیم یک ساعت نیم دو ساعت، یا جلو دوربینیم مفیدش مثلا 10 دقیقه، در سینما هم مفیدش 3 دقیقه باشه، میگن آقا خسته نباشین کارمونو کردیم بریم. منظورم به اینه که خداوند هیچ کسی رو نیاره به این روز که مجبور بشه بازی کنه، هی برای اینمون بازی کنه. منظور این که از صبح بلند میشیم به هر دری میزنیم که پوله رو دراریم، خونه رو بزرگتر کنیم، ماشینه رو نمیدونم گرونتر کنیم، شیکتر کنیم، ولی قرار وقتی که میخوایم استفاده کنیم، دکتر میگه فقط نون و ماست، هیچی دیگه نمید بخورم، همه چی تعطیل. خب این چجور پول در آوردنی بود؟ این چجور موفقیت بود؟ بعد این جالبه، هممونم با هم تعارف داریم، با خودمونم بیشتر. مثلا یارو تصادف کرده، ماشین روبروی داغون کرده، بعد این ماشین که دیگه ماشین نمیشه، ماشین خودش، خونهشو باید بفروشه، خسارت بنز یارو رو بده، 3 نفر هم اینه باید بگیرن ببرن سر خلا بزنن، دوباره بردارن بیارن بزنن تو جاش، 3 نفر هم دارن با موتور تو ناسخوسو دنبال داروهاش میگردن چون هیچ داروخانه نداره، هلال رحمه هم گفته ما هم نداریم تموم کردیم، تو ناسخوسو دنبال دارو میگردن، چند بار هم گرفتن حالا دارن میبرن پس بدن چون تاریخ گذشته بوده مثلا. بعد میری پلو یارو میگه آقا الحمدلله خیلی به خیلی گذشت، خدا رو شکر. آقا چی رو خدا رو شکر؟ تو میمردی که راحت بودی، یه دیه هم اینا میگرفتن تمام شد میرفتی. خیلی از فیلمایی رو که بازی کردین یا سریال دوست نداشتین، پشیمانی یا نه؟ خیلی نه، ولی بعضی هاشو. چرا؟ به خاطر مسئله مادی بوده؟ 100%. برای هر کسی هم پیش میاد. مثلا آقا میخواد کارگردان باشه، زنش هم تو سر که زده، خواهر منم میاری منشی صحنه میکنی، باجناقت هم میاری مثلا دستیار یکی کارگردان میکنی، داداش هم پولو میذاری در اختیارش مدیر تولید باشه، منم طراح و صحنه و لباست میشم. داریم از این خانم ها، از این کارگردان ها داریم، معروف هم هستن، اسم نمیخوام ببرم دیگه، تو تیتراژ میبینین دیگه، اسم خانم اول میاد، اسم شوهر دوم میاد. کسی هست که توی این سالها اسمشو رقیب گذاشته باشی در بازیگری؟ از دید اون مثلا بوده، ولی من به دید رقیب نمیدیدم مثلا، میدونیم، ولی
کسی که چش نداشته من بازی کنم خیلی هم دوست بوده با هم، اسمش هم نمیارم، شکل من هم هست الان تقریبا، قدیما لاغرتر بود، با ولیدم معروف شد، من اسمش نمیارم. حالا ما گفتم ما با هم مثل زن و شوهریم، نه با هم میتونیم باشیم نه نمیتونیم با هم باشیم، به خاطر اینکه بچه داریم نمیتونیم از هم جدا شیم. چند روز پیش هم خونه شون سه مدل غذا درست کرده بود، وای خدایا، اصلا از یه خانم خانه‌دار خوشمزه سر درست کرده. گفتم بی خود نیست، خب بنده خدا چاق میشه دیگه، خودش میدونه چی داره درست میکنه، بعد میخوره خودشم، چون میدونه خودش دیگه، خودش درست کرده، چیزی توش نریخته که، یه چیز خوشمزه هم درست کرده. آدم چیزی که خودش درست کرده رو بیشتر میخوره دیگه. بله. آره، بعد چه غذایی، ما هم پریز و اینا رو گذاشتیم کنار، رو اونجا تنها جایی بود که دیگه رژیم رو رعایت نکردیم. اسم محمد رضا شریفی نیا اومد؟ آقای شریفی نیا، به خاطر شما دارن دست میزنن ها، میبینی؟ دعوتش میکنیم، خراب کردم ها؟ نه، یه روز دعوتش میکنیم. آره، دعوت میکنیم که مهمان ما در این برنامه باشن. آره، و اگه میتونن بیان از حقشون دفاع کنن. بله، بله. و اگه حرفی دارن بیان دفاع کنن. بله. داستانی که ندارن، من میدونی که به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟ این به نظر من نمیدونم کی اینو در آورده، کی گفته اینو، مثل سلفیه. آره دقیقا، قربونه دهنت، مگه میشه آخه به یه عشق، به عشق در یک نگاه، بعد اون وقت تو اون و اون یه نگاه رو 30 سال با بدبختی بدی؟ آره اون نمیشه. بعدم خیلی چیزا هست که در حد کتاب و سریال و اینا بعد باقی بمونه، شهزاد، نمیدونم لیلی و مجنون، نمیدونم شیرین و فرهاد، اینا بعد به خاطر اینکه سوژه ممکنه کم بیاریم برای ساخت سریال و فیلم و اینا، اینا تو اون مایه ها بمونه. چون فکر کنم الان لیلی و مجنون الان با هم ازدواج کرده بودن، به 2 هفته نمیرسه. به 2 هفته نمیرسید، دم دادگاه طلاق، دم دادگاه خانواده بودم، مجنون دنبال این بود دسته بگیره پول وکیل بده. اینجا زوجی هستن که در یک نگاه عاشق شده باشن؟ بله؟ شما باز هم؟ همون. خب حتما 2-3 ساله بعد برسه به 40 سال ببینیم چی میشه. شما هم؟ خیلی حالا با تو توی یه نگاه بعد دقت میکردیم نگاهتون. حالا صحبت میکنیم. باش. عرض کنم که شما یه چیزی میگیرین از آدم نگرم دارین، بعدن برای کار خیلی استفاده میکنیم. آخرش میگم توش... بله، برای موزه دوره همی. آره میتونم بگم الان بیارن کدای من آخر صحبتمون. آه باش. آره تای صحبتمون میگم. باش. خودت رو بیشتر باهوش میدونی یا با استعداد یا ماهر یا با سواد؟ من هیچ کدومون نمیدونم، سواد که اصلا، من بیشتر سعی میکنم که صادق باشم و اصلاً هم هیچ وقت اینو به والله راست میگم، هیچ ادعایی راجع به این که بازیگرم، هنرمندم، نمیدونم باسوادم، من اگر این کار نبودم هیچ کار دیگه ای نمیتونست، نه من چون کارو دوست دارم، اگر بازیگری هم نمیشد تراشکار قالب‌سازی داشتم، میخوندم و کار میکردم،
و همیشه هم میگفتم، میگفتم تو هر کدوم پر رنگ شدم دیگه اون یکی رو باید بذارم کنار. یه وقت دیدم اینجا سر ست کار دارم میرم، به اون کار نمیرسم، اون کار رو خوب گذاشتم کنار. ولی مرحوم بابام همیشه میگفت اکبر آقا ما بالاخره نفهمیدیم شغل شما چیه؟ گفتم بابا من با این شغل خونه خریدم فلان. میگفت نه آقا شغل یه کاری که اگه مریض شدی افتاد اونجا حقوقت بیاد در خونه، بیمه باشین، مسکن به شما بدن، شغل چیه؟ گفتم این راست میگی، هیچ، ما خودمونم نفهمیدیم. گفت این شغل چه شغلیه که سه نصف شب میام میبرنت، یازده زور میام ولت میکنن، دوباره میگن خراب شد، هفته بعد از زور میام میبرنت، ده میارنت، این ساعت نداره، نونوایی باشه یه ساعتی داره، سبز فروشی باشه یه ساعتی داره، کارمند باشه یه ساعتی میری یه ساعتی میای، این چه شغلیه؟ بعدم هر وقت ما اومدیم را بریم گفتن آقا ساکت باش این سر کار بوده خوابیده. بابا این همش سر کار بوده، یعنی هیچ وقت نخوابیده؟ مگه میشه آدم شیش بعد از ظهر میخوابه؟ اینه که یه جورایی میرسیم نزدیکای آخرش، میرسیم به اینجایی که اگه یه شغل داشتیم، اگه یه مغازه داشتیم خیلی بهتر بود دیگه. توی جوانی ممکنه یه کارایی رو نخواهیم و ولی توانشو داشته باشیم بریم انجام بدیم، ولی توی این سنا وقتی هم مشکل جسمی داریم اگه یه دونه مثلا مغازه داشتم خیلی کارا رو نمیرفت انجام نمیدادم. یعنی معتقدی که این باید شغل دوم باشه؟ 100% برای جوونا. من نمیخوام نصیحت کنم، من به این نتیجه رسیدم کمان که دیدم دوستان قدیمی رو چه از سینمای گذشته چه در سینمای حال از 30 سال پیش به این ور، 37-38 سال پیش که انقلاب شده به این ور دارم میبینم، خودم اصلا خود من، حتما ما باید شغل داشته باشیم و این کار رو به دیده شغل بهش نگاه نکنیم، به دیده هنر بهش نگاه کنیم و سعی کنیم ما انتخاب کنیم، نه به دلیل شرایطمون انتخابمون کنن. میبینید چی میگم؟ بله. ما انتخاب کنیم خیلی فرق میکنه. شما الان میرسونی خودت رو به یه شرایطی که الان دوست داری فیلم میسازی، الان دوست نداری میری شما میسازی، کسی شما رو انتخاب نمیکنه، شما کسی رو انتخاب میکنی. باید آدم خودشو برسونه به اینجا و از اولش فکر فردا رو بکنه. یعنی همه این اتفاقاتی که تو طبیعت هست، اون سنجابه که میره برای زمستونش جمع میکنه، مورچه‌ای که میره برای زمستونش جمع میکنه، دقیقاً داره درس میده دیگه، خداوند درس داره میده به آدم ها که یاد بگیرین. یه زمانی دارین، یه روز من برای مرحوم گرجی ثابت کردم، یعنی نشستیم با هم صحبت کردیم، براش درآوردم حقوق 7.5 سال پدر من که مکانیک ماشینای نساجی بود در کارخونه چیت بافی تهران برابر درآمد 25 شب مرحوم گرجی بود. پدر من قصی یه خونه تو نازیاباد داشت، ولی مرحوم گرجی وقتی از دنیا رفت هیچی نداشت، حتی یه متر زمین نداشت. قبرم قبر هنرمندا دفن شد، خانوادش مستاجر بودن تو کرج. یعنی اصلا بنده خدا فکر نمی‌کرده یه روزی امکان داره پیر بشه. اینو دارم میگم چون حالا الان خاک براش خبر نبره، اینو توی سریالی با هم همکار بودیم، نشستیم با هم دیگه حساب کردیم، گفت مثلا صبح خوب بلند شدم میرفتم سریال ترخ و شیرین، بعد از ظهر میرفتم یه سانس لاله‌زار، بعد میرفتم مثلا یه مثلا عروسی داشتیم میرفتم حاجی عروسی میشدم تو سیاوازی، یا میرزای عروسی میشدم تو سیاوازی، نمیدونم شبش میرفتم فیلم آقای کیمیایی رو بازی میکردم. خودش مثلا
دونه دونه میگفتیم اونو چقدر گرفتیم اونو چقدر گرفتیم تقسیم کردیم مثلا شد 25 روز حقوقش شد حقوق دستمزد 7.5 سال پدر من ولی طفلی خونه نداشت خودش میگفت چند تا کفش جفت کفش مردونه بزرگ خریدم وقتی شب کارم میذارم دم در راه رو دوزی میاد بالا فکر کنه 7-8 تا مرد قولین تو هن یو نیاد دوزی ولی زن و بچه هم تو خونه مثلا میرسه از چی خیلی میترسی؟ از ناعدلی از دروغ گفتن از اینکه مثلا طرف صاف تو چشت نگاه میکنه دروغت میگه چون آدم روکی هستی واکنشت در مقابل دروغ چیه؟ اگه خودی باشه چون هیچی بهش نمیتونم بگم در میبندم اون که میره خیلی گریه میکنم خیلی گریه میکنم و حرف میزنم با خدا که این برای امتحان بود برای چی بود؟ برای امتحان کردن اون بود برای امتحان کردن من بود من کسی رو که عین برادرم عین مثلا چشم تو خانوادم را دادم گفتم بیا برو بعدن یهو میریم خودش میگه حاجی ما با هم 120 فیلون حساب داریم و میگم خب بده دیگه میگم ندارم که بدم من برات سرمایه گذاری کردم اگه شما یک قرون تو اون سرمایه گذاری تا حالا گرفتیم ما هم گرفتیم اصل پولو گرفتیم ما هم گرفتیم تازه یه صورت به وکیل من داده من چیزی هم بدهکارم خب این بده دیگه ما نباید خودمون برای خودمون مشکل ایجاد کنیم از جنگم آقای مدیری خیلی میترسم راستشو بگم درسته خانواده شهیدم مثلا برادرم تو این راه از بین رفته وقتی یه نفر تو جنگ از بین میره 100 آدم دیگه همراهش از بین میرن پدر من توی 60 چند سالگی 67-68 سالگی سکته مغزی میکنه آلزایمر پدر من حداقل بعد 80 سال زنده می بود از وقتی اصغر رفت انگار پدر من هم مرد تو 40مش هم مادرم هم پدرم موهاشون سفید شد خب از جنگ خیلی میترسم چون جنگ تو درواسی نداریم که عواقب بدی داره بله یعنی این ور اون ور بدی داره انشالله که برای هیچ کس پیش نیاد من وقتی سوریه رو میبینم به جون المیرا تا حالا نشده من خبر راجب سوریه ببینم بچه هاشون رو ببینم و همینجوری عشق نریزم و همینجوری جای المیرا رو با این بچه ها عوض نکنم اینجا با من تریبونی هر چیزی که یک درد دلی چیزی که اینجا مونده و جایی نگفتی راجب حرفمون راجب وضعیت راجب هر چی که دوست داریم یکم کوتاه بگید خیلی دلم میخواد انشالله با شروع سال 96 سال خوبی البته اینا تکراریه هم عزیزانی که توی حکومت هستن اینو میگن عزیزانی که تو دولت هستن اینو میگن هم هر کسی توی خانواده میگن سال خوبی باشه سال پربرکتی باشه سال نمیدونم پر از نمیدونم چی باشه پر از نمیدونم شادی باشه پر از نمیدونم فلان برکتی باشه آقا سال معمولی باشه اصلا ولی دو تا 4 تا باشه میدونی یه دو تا نشه 27,000 تا یا مثلا چه میدونم دو تا 1.5 هم نشه میدونی همه چی معقول باشه یه چیزی درست درمونی باشه اون آدم فقیرم بتونه راحت زندگی کنه
آدم پول دارم با اونم مشکل نداریم، اونم راحت زندگی کنه، ماشین فلانش رو سوار شه، بچهش سالم باشه، خودش سالم باشه، خانمش سالم باشه، اونم زندگیشو بکنه. ولی اینکه یکی قابلمه 40 کباب به مثلا مرغ درسته، گوسفند بره درسته، شب قبل رو نریزه توی آشغال دونی، بعد از اون بر یک کسی نون خالی نداشته باشه بخوره. بالاخره توی یک کشوری مثل ایران، چون هم پشتوانه مذهبی درست داره، هم پشتوانه مدنی درستی داره، حیفه آدم از این صحنه ببره. احساس خوشبختی میکنین؟ اگه راضی باشن آدم ها از آدم خیلی، و تو خیابون آدم اینو میبینه. مردم یه جوری ابراز احساسات میکنن، انشالله که همیشه همشون سلامت باشن به همراه خانوادهشون. ولی بعضی وقتا احساس میکنم انگار خانواده اونام. آقا عبده خوب شدی دیگه، حالت خوب شد، مثلا عملت درست انجام شد، خدا رو شد، آقا عبده به خدا ما خیلی دعات کردیم. همین الان خواهرزاده تهیه کننده از ذاکرای امام رضا است، میگو آقا عبدی من یه وقتایی میخونم تو حرم امام رضا، من از وقت شنیدم شما مریضی همیشه توی خوندنها دعات کردم. اینو با هیچ دستمزدی، با هیچ پول خوردن تهیه کننده ای نمیشه حساب کرد، میدونی؟ بله. اینو فقط میشه خدایی دید. و بعدم آدم چرا کیف نکنه از اینکه ایرانیه و خدمتگزاری همچین آدماییه و افتخار نکنه که توی همچین مملکتی به دنیا اومده و داره زندگی میکنه. بسیار قربانش. به موزه دور همیمون چی میده؟ من گفتم سنگین ترین کدو رو بیارم دیگه، میدونی؟ خیلی ممنون. چون به قیافه هم نمیخواد چیز سبکی بیارم. همون جا هم خوبه، همون جا هم خوبه. چی هست که اینقدر سخته؟ فکر کنم یخچال باشه. لو دادن دیگه، ببینیم چیو؟ حالا نمیتونی 5 دقیقه صبر کنی؟ خب برش داریم ببینیم روشو. آره. سلام علیکم. من اینو چه کارش کنم؟ سلام. بذاریم برای فروش دیگه. بذاریم. عزیزم. به دردتون نمیخورم برم. نه. اما اکرم به دردش نمیخوردم دیگه. نه یعنی که. یعنی بذاریمش کنار موزه همجوری باشه. آقا این عزیزترین کسمونه، گفتیم بیاریم برای موزه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. امیر نوری از بچه های بسیار خوبه. ضمن حالا هنرش رو اینا که استاد مدیری میتونه بسنجه و در واقع وز کنه، ولی من چون آشنایی نزدیک دارم باهاش، آدم دوست داشتن و عشق و همه چی محبت رو از اول از خانوادهش یاد میگیره، از تو خانوادهش یاد میگیره. کسی که مادرش و پدرش و خواهرش و برادرش رو دوست داشته باشه، اون وقت میتونه دوستش رو دوست داشته باشه، اون دختری که میخواد باشه ازدواج کنه رو دوست داشته باشه. در آینده با هر کسی سر و کار داره، شریکی داره، همکاری داره، میتونه اونا رو هم دوست داشته باشه و طرف مقابلم تو دوست داشتن این شک نکنه، چون این دوست داشتن اول یاد گرفته. امیر از کساییه که تو این کار زحمت کشیده، خب از بچگی زحمت کشیده، برای مادرش خونه خریده، برای خواهرش خونه خریده، برای خودش خونه خریده، یعنی همین جوری الان هم هدفش اینه که یه جای بزرگی رو بخره، در آینده 6 واحد بسازه. اینو همیشه به من میگه و همه این خانواده توی ساختمون زندگی کنه. این آدم واقعا مثال زدنیه و نه اینکه امیر، همه آدمای این مملکت همین جوری هن.
حالا اگر یه وقتایی به اون هدفی که میخوان نمیرسن تقصیر خودشون نیست، خیلی ها تقصیر خودشون نیست، شرایط سخته نمیتونن برسن، ولی برای کسی که اگر تو مصر رسید این کارو بکنه، خدا میگه هر کاری که میخوای برای من بکنی برای بنده من بکن، من 10 برابر خودمو به تو بده کار میکنم. بله، این معرفت خیلی با ارزش. خیلی امیر جان دیگه کاش یه برنامه مستقلی بود اصلا با هم گپ میزنیم، ولی همین که اینجا میتونه این آنوسش باشه. آره بعد یه بار با شریفینی ها دعوتش. یه بار با هم حرف بزنیم. تو فیلم دایره زنگی هم ما با هم بازی کردیم، هم کار بود. جزو افتخارات من. قربونت برم. به هر حال خیلی ممنون که آمدی. یه چیزی اووردی از خونمون. خودتو بعید میدونم بتونم بذارم تو موزه. آره. تو موزه بعد بیان نصف درآمدشو خرج تو بکنم. به به، تندیس حافظ. اینجاشو برای مردم لطفاً بخونین. اگه به به، جناب آقای اکبر عبدی، تندیس حافظ، معرفی 20 بازیگر برگزیده سینمای ایران پس از انقلاب، چهارمین جشن سینمایی. خیلی با ارزشه. خیلی ممنونم و دوباره هم یادی بکنیم این رو که دیدم از آقای معلم، علی معلم عزیز، روحش شاد. واقعا خیلی غافلگیرانه بود، خیلی شوک برانگیز بود، خیلی ناراحت کننده بود که تو این سن و سال و با این همه تلاش یک دفعه از میان ما رفت. روحش شاد. خیلی با ارزشه. خیلی ممنونم. به عموی عزیزشون هم تسلیت میگیم از همین طریق، استاد معلم بزرگ. بله بله، خیلی خوش، خیلی لطف کردین. خیلی ممنونم. سال خوبی داشته باشین. ممنون ما رو دعوت کردین. خیلی ممنون امیر جان، خیلی ممنونم. قربونت برم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. از کجا اومدین؟ اینجا. خیلی خیلی متشکرم. مرسی. قربونت. خیلی ممنون. خسته شد. یه نکته راجع به حامی مالی برنامه و کلام آخر. همونطور که اول برنامه گفتم، اول مارکت یک ایدی هم برای مشتریان خودش در نظر گرفت. قبلا همه میتونستن با پرداخت 10,000 تومان 100,000 تومان از این فروشگاه خرید کنن، ولی به مناسبت عید الان با پرداخت 10,000 تومان بدون قرعه کشی میتونن 200,000 تومان خریداری کنن و ضمن اینکه 190,000 تومان هم اعتبار خرید هدیه میگیرن و در قرعه کشی بزرگ ایدانه شرکت میکنن که جوایزش 6 تا اتومبیل BMW خودروی لوکس برای 6 نفر. 6 راحت‌تر از 6ه. من سعی میکنم بگم 6، خیلی ادبیشو بگم، 6 برای 6 نفر و 6,000 جایزه 1,000,000 ریالی برای 6,000 نفر. و کلام آخر، فقط یک راه مطمئن برای رسیدن به متدهای صحیح آموزشی و جلوگیری از ترویج بدآموزی وجود داره، اینکه به جای تذکر دادن پیاپی که این خوب است و آن بد است، قدرت تشخیص رو بالا ببریم. این اگه درست بشه، شاید لازم نباشه که نگران این باشیم که بچه‌مون تو چه محیط‌هایی رفت و آمد می‌کنه، خودش اون چیزی که به نفعش رو انتخاب می‌کنه و اونی که به کارش نمیاد و میندازه دور. واضحه که برای آموزش صحیح باید هزینه کرد. نمیشه هر بار آموزشی رو انداخت رو دوش بیلبورد میدون 7 تیر. کم اتفاق می‌افته که یکی با یه جمله ببینه از این رو به اون رو بشه و مثلا از این به بعد هر شب به فکر گرسنه نخوابیدن همسایش باشه، یا مثلا از کسانی که روی میز دارن لبخند میزنن اما زیر میز دم دارن متنفر بشه.
حتی اگه اون جمله با رنگ سرخابی نوشته شده باشه، بازم اون تأثیری که مد نظر دوستان هست رو نداره. اولین قدم مبارزه با بدآموزی اینه که قدم برداریم. یعنی به جای اینکه مدام از بدی‌های دیگران بگیم، اون چیزی که خوبه رو تولید کنیم و به مردم ارائه بدیم. به عنوان مثال، نمیشه مدام از اهداف پلیدی که پشت تولید انیمیشن‌های روز دنیا وجود داره حرف زد، بعد کارتون النگ دولنگ داد به بچه. همیشه اولین قدم مبارزه اینه که یک قدم برداریم. خیلی ممنونم، خیلی خیلی ممنونم از اینکه امشب انقدر صبور بودید. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. بهترین آرزوها رو براتون دارم. شب بخیر، خدا. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.